سرخط خبرها، هشدار تازه سپاه به رژیم صهیونیستی. آیت الله خامنه ای تداوم مجاهدت ها پیروزی جبهه حق را بدون بال خواهد داشت. و آتش بس ایران و اسرائیل با وساطت پوتین. به نام خدا، سلام به این بسته خبری از پی، خوش آمدید. جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که انجام عملیات های وعده صادق 1 و 2 نصرت الهی بود و در وعده صادق 3 حتما با دست پر پاسخ دندان شکنی به دشمن داده می شود. به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی روز پنجشنبه در نخستین یادواره شهدای جامعه اطلاعاتی خراسان جنوبی که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد، افزود که امروز همه کفار صف کشیدند و کسانی که با مسلمانان عناد دارند به دنبال این بوده تا با عملیات روانی در دل مردم رخنه به وجود آورند، اما باید مراقب باشیم تا بین ما و رهبری شکافی ایجاد نشود. وی تاکید کرد با اراده قوی توانستیم عملیات وعده صادق 1 و 2 را رقم بزنیم که در وعده صادق 2 تاکتیک ها عوض شد و ظرف 12 دقیقه 6 هدف را در کانون دشمن نشانه گرفتیم. انجام عملیات های وعده صادق 1 و 2 نصرت الهی بود و در وعده صادق 3 حتما با دست پر پاسخ دندان شکنی به دشمن داده می شود. این فرمانده دوران دفاع مقدس یادآور شد که در شرایط کنونی که دشمن به دنبال ایجاد تردید و شکاف در جامعه است، تبیین مهمترین اصلی بوده که به تصحیح از حضرت زینب سلام الله علیها باید به آن توجه کرد. و افسود امروز در غزه برادران اهل سنت از دین خدا دفاع می کنند و همه مجاهدان در لبنان، سوریه، یمن و ایران برای دفاع از دین خدا خونهایشان در هم تنیده شده تا شرمنده تاریخ نباشند. سردار فضلی افزود شکست و پیروزی برای کسی که به تکلیف خود عمل می کند عین پیروزی است و نیروهای اطلاعات برای خدا به هر آب و آتش می زنند تا دشمن را شناسایی کنند، زیرا اجرای هیچ طرحی بدون اطلاعات میسر نیست. وی با اشاره به ایستادگی و مقاومت رزمندگان دوران دفاع مقدس تاکید کرد که وفاداری نیروهای رزمنده به امام و انقلاب موجب پیروزی در جنگ شد و این روحیه باید الگویی برای جوانان امروز باشد. جانشین معاون هماهنگ کننده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد که امروز نیز در جنگ حق علیه باطل قرار داریم و دفاع مقدس الگویی برای حفظ حرم بوده که در همه جانها رخنه کرده است. وی با اشاره به قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بیان کرد اگر جمهوری اسلامی نبود، آثاری از حرمین و مقاومت در منطقه باقی نمی ماند، زیرا دشمن تا 100 متری حرم حضرت زینب پیش آمده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مجاهدت هایی که امروز با قوت و قدرت در لبنان و غزه و فلسطین تداوم دارد، قطعا پیروزی جبهه حق و جبهه مقاومت را به دنبال خواهد داشت. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت این روزها مصادف است با 40 شهادت مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر مرحوم آقای سید حسن نصرالله. یاد ایشان، یاد شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید یا سنوار، شهید نیل فروشان و دیگر شهدای مقاومت را گرامی می‌داریم. آیت الله خامنه ای تصدیق کرد مرحوم آقای نصرالله و دیگر شهدای عزیز این روزها، اینها به اسلام عزت دادند، حقاً و انصافاً. به جبهه مقاومت هم عزت دادند و توانایی و قدرت مضاعف دادند. رهبر ایران گفت حزب الله در طول این سالهای متمادی و نزدیک به 40 سال یک بار رژیم صهیونیستی را از بیروت وادار به عقب نشینی کرد. یک بار از صدا وادار به عقب نشینی کرد، یک بار از شهر سور وادار به عقب نشینی کرد، یک بار هم به کلی جنوب لبنان را و شهرها و روستاها و بلندی‌های لبنان را از وجود نحس رژیم صهیونیستی تخلیه کرده. یعنی این توانایی به مرور همین طور افزایش پیدا کرده. ریاست حزب الله از یک جمع کوچک مجاهد فی سبیل الله تبدیل شدن به یک تشکیلات عظیمی که می‌تواند در نوبت‌های مختلف این دشمنی را که مسلح به سلاح نظامی، تبلیغاتی، سیاسی و اقتصادی است، دار به عقب نشینی کند و شکست بدهد.
روزنامه الجریده کویت به نقل از منبع خود مدعی شد که موسکو طرح ابتکاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را برای مهار تجدید تنش در منطقه به ایران ارائه کرده است. گزارش شفقنا موسکو از تهران و تل‌آویو خواسته شرایط خود را ارائه کند مبنی بر اینکه مذاکراتی غیر مستقیم با میانجیگری این کشور آغاز شود تا به فرمولی برای تفاهم دست یابد، حتی اگر تفاهم غیر علنی یا نانوشته باشد. بر اساس ادعای این روزنامه کویتی موسکو از تهران خواسته در پاسخ به اسرائیل صبور باشد تا این موضوع مانع میانجیگری نشود. الجریده در ادامه از قول منبع خود آورده تهران از طریق سفارت سوئیس پیام جدیدی از آمریکا دریافت کرده و از آن خواسته به اسرائیل پاسخ ندهد. بر اساس نوشته این روزنامه آمریکا در پیام خود آورده که پاسخ ندادن تهران به حمله اسرائیل شرایط مناسبی را برای ایجاد فرمولی به منظور توقف جنگ در غزه و لبنان فراهم می‌آورد و به بایدن برای برداشتن بخشی از تحریم‌های آمریکا کمک می‌کند. روزنامه مذکور در پایان آورده با این حال ایرانی‌ها گفتند که نمی‌توانند پاسخ به اسرائیل را کنند و از موسکو خواستند اگر به دنبال میانجیگری است پس از این پاسخ وارد عمل شود. منابع عبری از نشست امروز نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس جریان اپوزیسیون این رژیم درباره مسائل امنیتی خبر می‌دهند. به نقل از الجزیره این در حالی است که در پی برکناری یوآف گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی از سوی نتانیاهو اختلافات میان مقامات صهیونیست تشدید شده است. یائیر لپید در سخنانی در واکنش به این رخداد تاکید کرد که نتانیاهو میتوانست بین جنگ و ننگ یک گزینه را انتخاب کند، اما با این اقدام خود ننگ را برگزید. در همین حال بنی گانتس رئیس حزب اردوگاه ملی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای برکناری یوآف گالانت وزیر جنگ این رژیم انتقاد کرد و گفت که تصمیم نتانیاهو برای برکناری گالانت نادیده گرفتن بحران‌های امنیتی است. اکثریت بزرگی از اعضای پارلمان از صهیونیسم مذهبی و لیکود می‌دانند که این مدل سیاسی بر پشت سربازان اسرائیل امنیت ما را به خطر می‌اندازد. من از آنها می‌خواهم که شجاعت نشان دهند. او با اشاره به مشارکت خود در اولین جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان افزود که در دوران خدمتم به عنوان یک سرباز باور داشتم که امنیت اسرائیل اولویت رهبران ما خواهد بود، اما اکنون نگرانم که سربازان ما در لبنان نیت رهبران اسرائیل را زیر سوال ببرند. گانس با اشاره به درگیری داخلی در رژیم صهیونیستی پیرامون اعزام هوریه‌های تندرو به جنگ و مخالفت کابینه نتانیاهو با این مسئله که یکی از دلایل اصلی برکناری گالانت بود افزود اخراج گالانت در جهت جلوگیری از اعزام هوریه‌ها به جبهه یک ضربه سنگین به امنیت ملی و روحیه ملی وارد کرده است. او در ادامه تصدیق کرد که ما علیه تلاش‌های نتانیاهو نخست وزیر برای زیر پا گذاشتن قوانین مقابله خواهیم کرد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته که خبری با ما همراه بودید.